سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی این هفته. شماره از اعضایی از سکتور خصوصی میگویند که تعهدات را که رئیس جمهور با باشندگان کنر کرده است در شرایط کنونی عملی کردن آن ناممکن است. با باور آنان شهروندان از تعهدات دولت مردان خسته شدند و باید اقدامات عملی صورت گیرد. آگاهان نیز تعهدات رئیس جمهور را با باشندگان کنر در بخش سرمایه گذاری ناممکن می دانند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور در سفرش به کنر با مردم تعهد کرده که در سال روان با مدیریت آبها زمینه آبیاری حدود 5000 هکتار زمین را مهیا خواهد کرد و در بخش جنگلات بیش از 2 میلیارد افغانی سرمایه گذاری خواهد شد. کنر لرګي سره هغه څه کوم چې لوی پکتیا جلغوزي سره مې وکړل په افغانستان او په نړۍ کې به مشهور کړم. درته 2000 میلیونه افغانۍ به د کنر په لرګیو باندې سږ کال پانګه ولګېږي او دا انشاءالله تعالی د افغانستان ټول ضروریات به تر سره کړي، په شرط چې تاسو یوه ژمنه وکړئ چې ځنګله برته آباده کړي. مسئولان اتحادیه صنعتکاران میگویند اگر حکومت زمینه سرمایه گذاری را برای سکتور خصوصی مهیا کند، سرمایه گذاری صورت میگیرد. ما تنها به صحبت و بس فکر نمی کنم که ما به او اهداف اقتصادی و زیربنایی خود برسیم. امیدوار هستیم که هر صحبتی که از جانب رهبری دولت میشه گام های عملی برداشته شوه و ثابت شوه به مردم افغانستان که در پروژه های بزرگ افغانستان، در مدیریت آبها، سرمایه گذاری از جانب دولت، اینها عملی شد. هر زمانی که عمل کار را ما دیدیم یک پیشرفت برای اقتصاد افغانستان خواهد. آگاهان اقتصادی به این باورند که رئیس جمهور اکنون فرصتی را ندارد تا پروژه های وعده شده را به باشندگان کنر عملی کند. اما ایما په نظر په لنډ مهاله وخت کې چې دا کوم وخت پاتې ده د حکومت او هغه کسان چې دوی غواړي د بخش مدیریت کې، فکر نه کوم چې په دونه لنډ وخت کې وکولی شي. گفتنیست که حکومت تا حال نتوانسته مانع قاچاق چوب جنگلات کنر شود. با گفته مسئولان محلی اکنون هم در برخی مناطق این ولایت روند قطع درختان جنگلات جریان دارد. میزان داد و ستد میان افغانستان و روسیه به پایین ترین حد آن رسیده است. مسئولان در اتاق تجارت با بیان این مطلب میگویند که در سالهای اخیر روسیه تلاش کرد تا در افغانستان سرمایه گذاری کند. با باور آنان حکومت تلاش لازم برای افزایش روابط بازرگانی میان مسکو و کابل نکرده است. بر اساس معلومات اتاق تجارت روسیه، بهترین بازار کشمش افغانستان است که اکنون روسیه تلاش دارد تا آن را به دست آورد. به گفته مسئولان این نهاد، روسیه تلاش داشت تا در افغانستان سرمایه گذاری کند، اما فرصت بر این کشور مهیا نشد. اکنون میزان داد و ستد میان افغانستان و روسیه به 300 میلیون دلار میرسد. در وحدت ملی په حکومت که زمان تجارت روسیه سره حداقل تر رسیدلی دی، د 300 تر 400 میلیون ډالر پورې تجارت په خامنګ 800 میلیون ډالر تجارت لرو. د کال موږ 50,000 ټنه خالی تور کشمش روسیې ته صادرول، مګر متاسفانه چې ایران اوس زمونږ مارکیټ نیولی دی په روسیه کې. اتاق تجارت مشترک افغانستان و روسیه میگوید اکنون هم سرمایه گذاران روسیه علاقمند سرمایه گذاری در افغانستانند، اما انتظار روشن شدن روند گفتگوهای صلح. تاجرای قزاقستان، ازبکستان و همچنان تاجرای روسی هم اگه علاقه من دستن که به افغانستان بیان سرمایه گذاری کنند و بله و کلگی ما منتظر عزیزم که خداوند یک صلح امنیت در وطن ما بیاره. به باور آگاهان اقتصادی تاثیر سرمایه گذاری روسیه در افغانستان بر اقتصاد کشور چند برابر خواهد شد. دیگه هیچ شک نشه چه غرب هم نواری تر سور سن راشتل تپنگوونه وکړي. او زه وایم چې موږ لپاره وسنۍ یا مخکنۍ دوست دښمن مهم نه دی. مهم دا دی چې په اوسني عصر کې هر چا ته زمینه مساعده شي او راشي دلته پانګونه وکړي. اما برخی ها به این باورند که حضور غربی ها در افغانستان روسیه را بر سرمایه گذاری در کشور کم علاقه کرده است.
بزرگ رای کابل کندهار با هزینه 30 میلیون دلار از سوی بانک انکشاف آسیایی بازسازی می شود. قرار است این هزینه سوی وزارت فواید آمد در این بزرگ را به مصرف برسد. مسئولان این وزارت می گویند که این بانک همواره در بخش عملی کردن پروژه های بزرگ در افغانستان متحد بوده است. بانک جهانی برای شاهراه کابل قندهار هزینه 30 میلیون دلاری را اختصاص داده است تا بخشهایی از این شاهراه که به علت ناامنی ویران شده اند بازسازی شوند. در همین حال وزارت فواید عامه می گوید بانک انکشافی آسیایی بزرگترین تمویل کننده پروژه های زیربنایی در افغانستان است و تمویل هزینه بازسازی شاهراه کابل قندهار بخشی از کمک های این بانک است. بزرگترین دونر در بخش زیربنای ترانسپورتی افغانستان بانک انکشاف آسیایی است که حدوداً 60 الا 70 درصد بودجه اداره سرک ها که وزارت فایدامی قبلی ما بودن بانک انکشاف آسیایی تمویل میکرد. در همین حال شماری از آگاهان اقتصادی میگویند حکومت باید روی کیفیت پروژه ها تمرکز جدی کند. حکومت افغانستان باید در ابتدا شاهراهای اصلی، فرعی و اساسی را باید دقیقا روی برنامه داشته باشد. بعد از او باید سرمایه گذاری ها منبعش بسیار مشخص و معلوم باشد. در کنارش تیم مسلکی بسیار اساسی، جدی و نظارتی را هم باید در کنارش داشته باشه. وزارت فواید عامه می گوید که کار جاده‌سازی شاهراه کابل قندهار آغاز شده، در 15 سال گذشته به علت ناامنی ها بخشی از آن ویران شده بود. اتحادیه کارخانه های ذوب‌آهن می گوید که حلقات در وزارت های سکتوری وجود دارد که می خواهند صنعت ذوب‌آهن را در کشور از میان بردارند. اعضای این اتحادیه تاکید می ورزند که این موضوع روی اقتصاد کشور پیامدهای ناگوار بجا خواهند ماند و اگر رئیس جمهور به این چالش رسیدگی نکند کارخانه هایشان را مسدود خواهند کرد. در حال حاضر حدود 450 میلیون دلار در بخش ذوب آهن در کشور سرمایه گذاری شده و برای بیش از 12 هزار تن زمینه کار فراهم گردیده است. اتحادیه کارخانه های ذوب آهن میگویند با وجود اینکه فرمان رئیس جمهور درباره استفاده از تولیدات داخلی وجود دارد، اما در پروژه های ساختمانی از آهن ایران و دیگر کشورها استفاده می شوند. این اتحادیه تاکید می‌ورزد که حلقات در وزارت‌های سکتوری در تلاش از بین بردن صنعت آهن در کشور هستند. بدون کدام مشکل آینالات داغمه هنوزم قاچاق میشه به کشورهای همسایه، بلخص به کشور پاکستان و از مرزهای اسپین بولدک، از قندهار و مرز غلامخان در خوست. همی قماندان دی امنیه وینی، همی والی وینی، همی دقیقه طول دنیا در طول افغانستان وینی چی دی سپین بولدک پا بندر بانده روز مره پسلها و موتره مشخص خلق چی پیغو بانده نه دی حکومت زور رسی، نه دی قماندان زور رسی، نه دی والی زور رسی، عادی افراد دی صرف پیسی ورکیوی او دقیقه واسپنه پاکستان تا خاچاق کیوی هیچو که مخنه نیسی. دعا کالا وطنی دی که چه مخنی ولی بی؟ رادشی مختدی اوی وزارت داخله در تاویی، ریاست امنیت در تاویی، وزارت مالیه در تاویی، بکن زای که دی کن موتر ضبط کرده. در همین حال اتحادیه کارگران میگوید که اگر حکومت به صنعت آهن رسیدگی جدی کند، این صنعت بزرگ کشور زمینه کار را به شمار زیاد مردم فراهم میکند. رای بیرون رفت از این معضل اجتماعی امی عمل کرده است که صنعتکار تشویق نمیشه، حمایت نمیشه و او امکانات لازم در اختیارش قرار داده نمیشه. چرا وزارت های سکتوری برخوردهای به اصطلاح غیر قانونی و سلیقوی میکنن که باعث دلسردی سرمایه گذارا میشه و باعث فرار سرمایه میشه؟ وقتی که فرار سرمایه از افغانستان صورت میگیره، جای کار کاهش پیدا میکنه، فقر افزایش پیدا میکنه. این که وزارت های مالیه، تجارت و امور داخله برای چالش های کارخانه های ذوب آهن رسیدگی نمیکنن، خواستیم دیدگاه آنان را نیز داشته باشیم، اما با تماس های مکرر در این باره ابراز نظر نکردن. در پی جاری شدن سیلاب‌های اخیر در هرات تا اکنون نزدیک به 1300 خانواده کمک‌های نقدی و غیر نقدی اهدا شده است. ریاست مبارزه با حوادث طبیعی با ارائه این ارقام می‌گوید که خراب بودن اوضاع امنیتی در برخی ولسوالی‌های هرات سبب کندی کاری این اداره شده است. با این حال
دفتر والی هرات از بسیج بخشی از نیروهای امنیتی برای کمک رسانی بهتر به آسیب دیدگان خبر می‌دهد. با قطع شدن باران‌های سیلاس‌ها، ریاست مبارزه با حوادث طبیعی هرات از میزان کمک‌هایی که به مردم کرده است گزارش می‌دهد. رئیس این اداره که در دفتر مطبوعاتی والی هرات مقابل رسانه‌ها حاضر شده، می‌گوید که تاکنون برای نزدیک به 1300 خانواده در شهر و ولسوالی‌های هرات کمک‌های نقدی و غیر نقدی صورت گرفته است. طی 72 ساعت گذشته 254 خانه آسیب دیده در شیندند برای مالکین از این خانه ها، کمک های غذایی، کمک های غیر غذایی و در مجموع پکیج اضطراری توزیع شد. رئیس مبارزه با حوادث طبیعی هرات همچنان میگوید که در برخی ولسوالی ها از جمله مناطق زیادی در شیندند کمک رسانان دولتی و بین المللی در زیر باران گلوله به مردم کمک رسانی کردند. او میگوید که در صورت تداوم این روند احتمال قطع کمک های نهادهای بین المللی زیاد است. هفته پیش تیم های ما در شیندند هم زیر ریزش مرمی و آوان کار خدا پیش بردن و یک اندازه برای منابع کمک کننده بین‌المللی همین چیز غیر قابل قبول هست تا با ما باشند. با این حال دفتر والی هرات میگوید که بخشی از نیروهای امنیتی برای تامین امنیت در مناطق سیلاب زده بسیج شدند. بخش مطبوعاتی دفتر والی هرات میافزاید که در کنار نیروهای امنیتی مردم هم باید برای برطرفی مشکل همکاری کنند. نیروهای امنیتی که در سطح ولایت هرات توظیف هستند، چی در سطح شهر و ولسوالی آماده هر گونه همکاری هستند که تیم‌های سرویل انتقال بدن. در سوی دیگر شورای ولایتی هرات نسبت به گستردگی دامنه حوادث طبیعی و مناطق سیلاب زده در شهر و ولسوالی های این ولایت کمک‌های ریاست مبارزه با حوادث طبیعی را کافی نمی‌داند. رئیس این شورا از اداره محلی خواهان تامین امنیت بیشتر برای اجرای برنامه‌های کمک رسانی ریاست مبارزه با حوادث طبیعی به مردم است. حوادث هم بوطور که مردم خواسته باشه از رضایت بخش و کار کرده باشه، عملی و چشکیر و قناعت بخش باشه، بوطور نشده و در جایی که باید میرفتن نترستن. ما زمانی که پرسون میکنیم، تحقیقات میکنیم، این است که میگم مسیرهای مثلا شنیدن گلرون بعض جا کسی امنیت نیست و مسئله امنیتی ما کسی گرفته نمیتونه، ما چیر غم اونجگاه بریم. شهر هرات و برخی ولسوالی های آن در یک ماه اخیر شاهد دو موج بزرگ سیلاب بود که در کنار تلفات انسانی صدها جریب زمین کشاورزی بین گلولای بعد از سیلاب مدفون شد و هزاران رسم‌مواشی جان باخت. با این حال مردم از نهادهای مرتبط خواهان توجه بیشتر برای مهار سیلاب‌های بعدی و سهولت در برنامه کمک رسانی های آینده هستند. وزارت مالیه میگوید که برای گردآوری عواید مالیه دهندگان و مالیه گیرندگان را شفافیت را به گونه جدی در نظر میگیرند. در همین حال سکتور خصوصی از وزارت مالیه میخواهند تا از بیوکراسی در این وزارت جلوگیری نموده و مالیات را به طور شفاف گردآوری نماید. هفته آگاهی دهی برای مالیه دهندگان به پایان رسید. وزارت مالیه و سکتور خصوصی در نشست برای گردآوری مالیات و ایجاد شفافیت بحث و گفتگو کردند. یو سرمایه‌دار چې 15 میلیون افغانۍ پورې د دوران دی، دا یو کټګوري کې د 15 میلیون چې جګ دی تر 15 میلیون پورې دی کې لږ احتیاط وکړي، یو څه ښه وګوري، او د هغې نه چې تر 500 او تر 100 میلیون پورې دی ښه دقیقې مطالعه کړي. در همین حال سکتور خصوصی بر ریاست عواید انتقاد دارد که در ولایت ها برای گردآوری مالی از مالیه دهندگان بزرگ سهولت ها ایجاد نکرده است. شما امرای صنعت چرا امرای تولید یکمه که کمک کنین اینا را از دست بگیرین مثل تپل خرد واره. در همین حال وزارت مالیه میگوید که به خواست سکتور خصوصی رسیدگی خواهد شد و سیستم را ایجاد خواهد کرد که مالیه دهندگان بتوانند به گونه آسان مالیاتشان را بپردازند. سمره چې مونږ باید احتیاط وکړو، زمونږ نه زیات تاسو احتیاط وکړئ چې په دغه پروسه په راټولولو د مالیاتو کې کوم اشتباه، غلطي یا فساد موجود ونه اوسي چې ستاسو دغه پیسې په غلط ځای کې یا غلط کس ته لاړ شي. در پیکار یک هفته ای وزارت مالیه برای 150,000 تن در مورد پرداخت مالیه معلومات داده شد. ده ها راننده وسایط باربری مسیر حیرتان مزار بیش از 10 روز می شود وسایطشان را توقف دادند و دست به اعتصاب کاری زدند.
این رانندگان معترض خواهان ایجاد نوبت جهت انتقال اموال بازرگانی هستند و میگویند اگر به خواستشان رسیدگی نشود مسیر حیرتان مزار را مسدود خواهند کرد. در همین حال معین وزارت ترانسپورت در سفر به بلخ از ایجاد کمیته مشترک با نمایندگان بازرگانان، رانندگان و نهادهای حکومتی جهت رسیدگی به مشکلات این معترضان سخن می‌زند. بیش از 10 روز می‌شود که رانندگان موترهای باربری دست به اعتصاب کاری زدند و موترهایشان را در مسیر حیرتان مزار توقف دادند. رانندگان معترض خواهان ایجاد نوبت جهت انتقال اموال بازرگانی هستند. موتر ما جا توقف میخورد، بالاخره بسیار مجبور شدیم که بعد ما به این کار اقدام کردیم، موتر خود استاد کردیم. این نان ببره یا نان گم کنه، امروز تجار آمده سر از اینا حکومت میکنه که نان گم کرده راستن اینا، نان پیدا نمیکنه. از سوی هم رانندگان از اخاذی های غیر قانونی شرکت های باربری شکایت دارند و میگن این شرکت ها از هر واسطه باربری 2 الی 5 هزار افغانی پول غیر قانونی میگیرند. حال فعلا 2,500 تا 4,000 افغانی میگیرند. این کرایه چقدر کرایه است که ما 4,000 رفت دوار چلانی بدیم و یک ماه یکونی ما موتر استاد کنیم. دریوار ما که 2,000 افغانی یا 1,500 افغانی برش داده میشه. دلت 3,000 موتر و 2,500 موتر و تمام روز دقو تجاران و بار مخته اوڑو. ده تجاران مو تر اوه هفته، تر دو هفته، تر دو هفته مو موتر بار لانده ساتی و مو غارو چه مو اق راکده لیشی. امام محمد وریماچ معین مالی و اداری وزارت ترانسپورت جهت رسیدگی به مشکلات این رانندگان به بلخ آمده. آقای وریماچ از ایجاد کمیته مشترک با نمایندگان بازرگانان، رانندگان و نهادهای حکومتی جهت رسیدگی به مشکلات معترضان سخن می‌زند. ایجاد کمیته مشترک است که او هم نماینده تجار صاحبان، نماینده موتردارا و همچنان مسئولین حکومتی خواهد بود که ما در یک میز سه جانبه البته نشسته روی از این موضوعات بحث خواهیم کرد و تمام تصامیم و موضوعات در چوکات قانون و همچنان موضوعات تکنیکی را ارزیابی خواهیم کرد. رانندگان معترض هشدار می‌دهند اگر به خواسته‌هایشان رسیدگی نشود و اعتراض ادامه می‌دهند و مسیر حیرتان مزار را مسدود خواهند کرد. بانوی نخست میگوید در گفتگوهای صلح از دستاوردهای بانوان دست بردار نخواهیم شد. وی در دومین سالگرد تأسیس اتاق تجارت و صنایع بانوان هشدار میدهد که هیچ کس این دستاوردها را نمیتواند نادیده بگیرد. سفیر اتحادیه اروپا نیز نگران عدم حضور بانوان در گفتگوهای صلح است، اما تأکید دارد که در دور بعدی گفتگوهای صلح به نگرانی های بانوان رسیدگی خواهد شد. یاد بود از 2 سالگی تأسیس اتاق تجارت و صنایع بانوان. در این برنامه بانوان دو کارزار را برا انداختند: خرید و حمایت از تولیدات بانوان و افزایش بانوان متشبث. اتاق تجارت و صنایع بانوان در کارزار دومی با دانشگاه های دولتی و خصوصی بانوان با استعداد در زمینه تجارت را شناسایی می کنند. شبکه کلان حمایوی که اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان است برشان آگاهی بتیم تا اونا بسیار به دل جمع تشبث من حیث یک گزینه کار هم بر خود انتخاب کنند و هم به خاطر ایجاد کار بر دیگران انتخاب کنند. بانوی اول میگوید که هیچ کس نمیتواند دستاوردهای بانوان در بخشهای مختلف را نادیده بگیرد. هیچ وقت از دستاوردهایی که کردیم که برای خانم ها و هم برای آقای های هیچ وقت از امی دستاوردهای دست نمیتین. سرپرست وزیر معادن و پترولیم نیز روند گفتگوهای صلح را پرسش برانگیز میخواند. پروژه های کوچک و بزرگ معادن ما بخیر در سال 2019 روی دست داریم و ما خودم شخصا علاقمند هستم که همراه اتاقا کار بکنم. اتحادیه اروپا برای رشد تجارت بانوان برنامه های فنی و مالی را روی دست دارد. این اتحادیه برای رسیدن فراورده های بانوان به بازارهای اروپا و رشد تجارت بانوان نزدیک به 7 میلیون یورو اختصاص داده است. شما را از بانوان با ما درباره عدم حضورشان در گفتگوهای صلح نگرانی کردند. ما در کنار این که از عدم حضور بانوان در این گفتگوها نگرانیم، اما این را نیز درک کرده ایم که تمایل برای رسیدگی به این نگرانی ها در گفتگوهای بعدی وجود دارد.
این شرکت ها می تواند با استفاده از این علامت فراورده هایشان را در بازارهای داخلی و خارجی به فروش برسانند. بر بنیاد آمارهای اتاق تجارت و صنایع، بانوان تا حال بیش از 1150 بنوی تجارت پیشه به گونه رسمی جواز فعالیت گرفتند. ریاست حوزه دریای بغلان قرارداد کار 34 پروژه تحکیمات سیلبرها را که قرار است در 5 ولسوالی این ولایت تطبیق گردد با شوراهای انکشافی امضا کرد. مسئولان میگویند هزینه مجموع این پروژه بیش از 30 میلیون افغانی است که گیبیون برای تحکیمات دریا و سیمهای بسته‌بندی آن نیز از بیرون از کشور فراهم شده است. ریاست حوزه دریایی بغلان برای جلوگیری از خسارات سیلاب‌ها و سربندهای آب در 5 ولسوالی بغلان قرارداد کار 34 پروژه گبیونکاری را با شوراهای انکشافی این ولسوالی‌ها امضا کرده است که تطبیق و همکاری با این پروژه‌ها را بخش از مسئولیت‌های باشندگان محل می‌دانند. اول پروژه گبیونی پروژه منظور شد، اما دور دوم پروژه گبیونی همچنان داریم که دور دومش تقریبا 40 چند پروژه است که ما این را پیشنهاد کردیم به مقام محترم وزارت نجوا در دیگه اون پیام رهبری ولایت برسانین، اگر در صورتی که همچو روند ادامه پیدا بکنه شما متعقین باشید دیگه در ولسوالی ها پروژه نمیره، به خاطر که تامین امنیت کسی که کار میکنه گرفته نشه برایش مشکل است که اونجا پروژه را تطبیق بکنه. مسئولان محلی بغلان از وزارت‌های انرژی و آب و احیا و انکشاف اتحاد می‌خواهند که ولسوالی‌های آسیب‌پذیر دیگر بغلان را نیز تحت پوشش برنامه‌های انکشافی و محافظتی خود قرار دهند. زیادتر کوشش کنند که ولایت بغلان در نزدیک 5 ولسوالی شد که با 9 ولسوالی دیگه ولایت بغلان ما شما بتانی که توجه زیاد شود. اکثریت ولسوالی‌های ما واقعاً تحت تهدید سیل است و اونها و بعضی اوقات در فصل بهار و در بارندگی گپا زیادتر زمین های زراعتی شان و خانه های شان متضرر می شود. باشندگان محل که از تطبیق این پروژه ها سود می برند خوشحالند. ما همی قرارداد امضا بکنیم، خدا سید ما را توفیق و هدایت بده که ما همی کار چطوری که لازم است ما همی را اجرا کنیم. یوم تمدید سیلاباتی که به اصطلاح صورت میگیره و زارین و دیهاتی متضرر میسازد، سعی تلاش بیشتر بکنم و مردم بتوانند که در سایه عاطفت و مهربانی و به اصطلاح توانمندی زندگی بکنند. ریاست حوزه دریایی بغلان گفته است که این پروژه ها به اثر پیشنهاد باشندگان محل منظور شده و تطبیق آن نیز بخش از مسئولیت های مردم و شوراهای انکشافی آنان می باشد. مسئولان وزارت احیا و انکشاف دهات می گویند که در 3 سال گذشته به ارزش 6 میلیارد افغانی پروژه های انکشافی را تکمیل کرده است. مسئولان این وزارت با تازگی قرارداد 55 پروژه دیگر را به ارزش بیش از 500 میلیون افغانی با شرکت های خصوصی به امضا رسانیدند که در 14 ولایت کشور عملی خواهند شد. در 3 سال گذشته وزارت احیا و انکشاف دهات 6 میلیارد افغانی را برای پروژه های انکشافی هزینه کرده است که شمار این پروژه ها به 1213 می رسد و نزدیک به 6 میلیون مردم از مزایای آن مستفید شدند. مسئولان این وزارت قرارداد 55 پروژه دیگر را نیز به امضا رسانید که بیش از 500 میلیون افغانی هزینه برمی دارد. 55 پروژه در سکتور آبیاری، ترانسپورت، شبکه های آبرسانی و اعمار تعمیرات عام المنفع ایره تحت پوشش قرار میده. ارزش 55 پروژه ما تقریبا 522 میلیون افغانی هست. در همین حال شمار از شرکت‌های خصوصی و مسئولان شوراهای قومی تأکید می‌ورزند که با عملی شدن این پروژه‌ها سهولت‌های بیشتر به مردم فراهم خواهد شد. زمان په منطقه کې زر 2000 جریب ازمکا او 2100 فامیل د وبولند ول او چې بارانونه بشلل موږ به ماشومان بغیر کې واخستل داګو ته ووتلو. خوښیم چې نن په داسې مجلس کې ناشتم چې د خپل خلکو لپاره
یو دی کاریزو پی روژه دی محترم وزیر صاحب سرا دی قرارداد ورکم امضا کرد. گفتنی است که این پروژه ها در 14 ولایت عملی خواهد شد و هزینه مالی این پروژه ها از بودجه وزارت احیا و انکشاف دهات تمویل می گردد و تا یک سال آینده تکمیل خواهد شد. خب بیننده های عزیز، این بود مهمترین رویدادهای اقتصادی این هفته. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.